والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد، اللهم بارك على محمد وعلى محمد، إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، دوستای عزیز، ما و شما در آستانه استقبال سه تا امر مهم و ضروری و نیاز مبرم قرار داریم. استقبال از هشت ثور، پیروزی خون بر شمشیر، استقبال از ماه مبارک رمضان، ماه قرآن، ماه عاطفه، ماه رحمت، خلاصه ماه سیقل و صفایی تمام کینه ها و کدورت ها و عوائق و موانع و بدبختی های بشریت. سیوم، در شرف امیدواری یک صلح واقعی، صلحی که جوابگوی نیازمندی های مبرم جامعه افغانی و یا به تعبیر دیگر صلحی که مرهم بر زخمهای ناسور و زخمهای پر جراحت و زخمهای پر درد و الم گذاشته شود. این سه تا پدیده نیک با سه تا تعبیری عمده و عالی و شیوا ارتباط دارد. رمضان امر الله است، رمضان امر الله است و صلح نیازی بشریت هست. پیروزی خون بر شمشیر نتیجه زحمات و محنت انسان ها هست. هم امر الله، هم نیازی بشریت، هم به دست آوردن یک نتیجه عالی و یک نتیجه بهتر و بزرگ، یک نتیجه که برای نسل بعدی دستاورد بزرگی محسوب گردد. این همه در گروی احسان الله است و برمی گردد با صفایی و صمیمیت و اخلاص و فداکاری و عرق ریزی و جانفشانی افغان ها. رب العالمین بری من و شما و تمام امت مسلمه استقبال رمضان نیازمندی های مبرم صلح واقعی نتیجه بزرگ محنت و زحمت نصیب بگرداند. انسان در عرصه های زندگی
گاه با نعمتهای الله رویارویی می شود، گاه با زحمات الهی رویارویی می شود. اگر انسان متوجه گردد دقیقا نعمت الله هم از خود تقاضایی دارد، زحمات الهی هم از خود تقاضایی دارد، نعمتهای الله از بنده که الله به عنوان یک منعم واقعی هست شکر می خواهد، زحمات پروردگار در راستای عمل بدین و یا احقاق حق و ابطال باطل صبر و استقامت می خواهد. شکر و صبر دو تا پدیده هست که انسانیت به قله های بلند انسانی می رساند. با پله ها و پیمودن راه هایی که همان رضای رب العالمین در او نهفته هست این انسان به آنجا واصل می سازد. مانی در راستای ترقی و بهبود و فلاح و رستگاری سه چیز است. سه چیز مانی ایجاد می کند. اگر انسان خردمندانه، عاقلانه، هوشیارانه گام بردارد، عبور از این مرز سگانه خیلی آسان است. و یا علاج این سه تا مرض خیلی به سادگی و بدون هزینه و مصارف به دست می آید. اولین و نخستین موانع در این راستا هوا و هوس است که قرآن کریم به نفس اماره او را تعبیر کرده است. و ما ابرئ نفسی ان النفس لاماره بالسوء. یوسف علیه السلام میگوید من خود تزکیه نمی کنم، زیرا که نفس خیلی سرکش است، به طرف بدی میبره انسان. علاج نفس اماره در چیست؟ سه تا موانی، سه تا علاج ساده و آسانی داره. علاج نفس اماره در توجه الی الله. وقتی بنده میبینه که نفس گناه میخواهد، عملی به منکر میخواهد، به طرف انحراف و بدبختی و رسومات باطل و بدعات مرا سوق میدهد، چی باید بکنم؟ این مرض است، این بیماری است، کدام تابلیت بری ازی ما تجویز بکنم، با کدام مرهم این زخم پانسمان بکنم. رب العالمین بندر دستور می دهد که به من اصغا و توجه نما. توجه الالله بزرگترین علاج برای این موانع هست. زمانی که توجه الالله صورت گرفت، نفس از اماره ای برمی گرده. کم از کم اگر نفس مطمئن نشد، نفس لوامه می گرده. نفس لوامه هم در قرآن کریم ذکر شده هست. لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بالنفس اللوامه. الله قسم خورده هست می. قسم به روز قیامت، قسم به نفس ملامت کننده. مقام نفس مطمئنه بالا هست، ولی توجه الی الله، متوجه شدن با خالق، با صانع، با آفریدگار واقعی، نفس تو را از درجه اماره‌ای و سرکشی به نفس لوامه می آره. نفسی که تو را می برد به طرف منکرات، ایره قیزه زده استاد کرده، می آره به طرف ملامت ها. یک انسان که گناه می کنه، بعد از گناه الله توفیق توبه را نصیبش میگردانه، چقدری خدا ملامت میکنه. همان گناه را که یاد میکنه نفرت میکنه. ما به عنوان یک مسلمان در یک کشور اسلامی، فرزند یک مسلمان در خاندان مسلمان، این جرم از ما سر زد. اگر این انسان واقعا فطرت سلیمه خدا تغییر نداده باشه، گناه اگر کوچکم باشه
ملامتی خیلی بیشتر هست. گناه اگر بزرگ هم باشه ای خدا ملامت میکنه، هر آن خدا سرزنش و ملامت میکنه، چی کردی؟ کجا رفتی؟ به طرف کدام کار تو گام برداشتی؟ ای در نظرش وقتی که گناه را انجام داد خیلی معمولی بود، اما بعد از توبه خیلی یک معضله بزرگ و مشکل پیشش محسوب میشه. چرا؟ آنجا نفس در انجام گناه اماره بود، نفس عوض شد، نفس تغییر خورد. این نفس با چی تبدیل شد؟ به نفس کم از کم لوامه، مانع هوا و هوس. مانع اول در راستای رسیدن به اهداف عالی. این اهداف عرض کردم براتان، استقبال از اوامر باشه، استقبال از صلح و صفا و صمیمیت باشه، و یا استقبال از جمع نمودن دستاورده ها و نتایج باشه. سه تا موانع در سر رایش است، ولی خیلی علاجش ساده و آسان. اول موانع هوا و هوس، یعنی نفس. علاج این نفس چیست؟ توجه الى الله. در حدیث می آید وقتی که بنده تفکر میکنه، تدبر میکنه، غور میکنه در خلقت پروردگار، الله ذوالجلال اجر و پاداش و ثواب و ثمرات عبادت های قبول شده را نصیب ازی میگردانه. ای عبادت نکرده، حج و جهاد و زکات و نماز و روزه تفکری ساعتی هست، دقایقی تفکر کرده است، اما عبادت ها در دفتر اعمال یزی تحریر و نوشته میشه. یک موانع. مانع دوم، دوست و هم نشینی بد. نمیتوانی عمل به اوامر الله بکنی، نمیتوانی استقبال از صفا و صلح و صمیمیت داشته باشی. این دو که نبود نتیجه مطلوب به دست نمیاری. مانع ازی چی هست؟ یکی از موانع ازی یار و هم نشینی بد هست. پسر کنعان، پسر نوح کنعان با بدان می نشینه، خاندان نبوت از دست می ته، نجات از طوفان از دست می ته، غرق می شه. نوح صدا می زنه، ای الله وعده خودت همین بود که ما اهل تو را نجات می دم، این فرزند ما کنعان، این نبن من اهلی، از اهل ماست. الله میگه این نبنک لیس من اهلک، این فرزند تو از اهل تو نیست. چرا؟ اهل تو کسی است که به الله، به من و به تو ایمان داره. این فرزند تو نه به من ایمان داره، نه به نبوت تو ایمان داره. این رشته از هم پاشیده شد، رشته از بین رفت، از تو میراث نمیبره، جانشین تو نیست، وارثی تو نیست، در دین تو نیست، در عقیده تو نیست. بزرگترین علت و یا مهمترین موانع در سری راه هدایت کنعان صحبت طالحین و بدبختها و اشقیا بود. یکی از موانعی که امروز پدرها و مادرها سردرگم و حیران و پریشان در راستای اصلاح فرزندانشان هستند، عدم ارزیابی دوستای از ایناست. با کی می نشینی؟ رفیقت کیست؟ دوستت کیست؟ هم نشینت کیست؟ آیا دوستی که انتخاب کردی برای دوستی با کدام معیار، با کدام مستوا، با کدام خوبی؟ نمازی هست؟ با اخلاق هست؟ با ادب هست؟ درس خوان و مهنتی هست؟ بچه نیک و پاک هست؟ بچه خوب و با نسب هست؟ هاکزا خانم ها، خواهر خوانده هایشان. انتخاب دوست و رفیق کمتر از انتخاب همسر، رفیقه حیات زندگی نیست. چرا؟ اون مکمل و متمم ایمانت است، ای هم مکمل و متمم ایمانت است، هم یار و یاوری دنیا، زندگی دنیایت است. ای را باید متوجه باشی. یکی از موانعی که تو را از نماز عقب میمانه، یکی از موانعی که تو را به طرف
منکرات میبره. رمضانی پار سال گذشته یک جوان بسیار اشک میریزند، گریه میکرد، میگفت که راه بخشش چیست؟ ما روزه را قصدن خوردیم. ما گفتم راه شرعی را ما برات میگم، تا اشک میریزانی پشیمان شده، ما یقین دارم که ایمان تو قوی هست، ای گناه را مرتکب شدی، آلی میخوای که اصلاح بیابی، راه صلاح آسان است. ما برات میگم علت چه بیان کو، سبب چیست؟ سبب بری ما بیان میکنه دوست بد، یاری بد، رفیقی که 21 سال عمر داره، 5 سال با این رفیق بوده، در همین 5 سال یک رمضانم این روزه نگرفت. اگر در 15 سالگی بالغ شد، این شخص 6 رمضان خورده. اگر در 14 بالغ شد، 7 رمضان خورده. این را حساب بکنین. و این دوست بد و رفیق و یاری بد سبب میشه که این روزه ای ماه مبارک رمضان میخوره. ما برش گفتم که توبه نصوح بکن، یک روز قضا بیار، 2 ماه پی هم روزه بگیر. امید است از الله ذوالجلال که الله ترا ببخشه. صورت و هیئت ظاهری جوان بیانگری ای بود که قلبن ای توبه کرده هست. باور بکنین چشمهایش سرخ گشته بود. گفت اینما از وقتی که تقریبا ساعت 4 یا 3:30 فراموش کردم که این عمل ما مرتکب شدیم، روزه خدا خوردیم، ما تا این ساعت 11 بجه روز رمضان ما گریه کرده روان، چی بدی کردی؟ پدری تو علاوه از رمضان دوشنبه و پنجشنبه را روزه میگیره، مادری تو یک رمضانش قضا نشده غیر از عذرهای شرعی، در خاندان هیچ بی روزه ای نیست، اما این جرم ما مرتکب شدم با صحبت یک انسان طالح و بدبخت، این نتیجه ایش است. ما باید متوجه باشیم این موانع را از سر راه خود برداریم. با 2 طریق این موانع را ما برداشته می توانیم. رای حل چه میگم براتون؟ برداشت این موانع 2 شیوه داره، 2 طریق. اول این شخص به طرف اصلاح بکشانیم، پای زیر با مجالس قرآن، پای زیر با صحبت های علمای ربانی، پای زیر با محافل حدیث، پای زیر با درس های عقیده، پای زیر خلاصه با صحبت انسان های نیک بکشانیم. الله منان، امیدی قوی هست که حرفی از حرف های حق بر قلب یزی میرسه، سرانجام این شخص از این منکرات توبه میکنه. من یک مثال بار براتون عرض کردم، خصوص برای جوانا. یک کس آمد پیشی، من اشکایش میریخت، هر 2 دوست آمدن، گفت من رفت بار سینما بردم، پیسهشم دادم، مصرفشم دادم، نانشم دادم، بعد ازی از من تقاضا کرد، تو گفتی ما رفتیم گناه را مرتکب شدیم، ما و تو امروز وقتی نماز است مسجد میرویم، من نیگفته نتانیستم، چرا که با ما به طرف گناه رفت، ما چه قسم به طرف خانه الله نروم؟ آمدیم نماز خدا در مسجد خواندیم، بعد از این مولوی سب دقائق صحبت کرد، این صحبت ها برای ما قفل دلی ما را باز کرد، با الله منان مرا از سری نو آشنا ساخت، با سنت های محمد رسول الله آشنا شدم، توبه کردم، قلبا توبه کردم که من این گناه ها را مرتکب نمیشم. آل پاداشی از این چی هست؟ ما برای این جوان چی پاداش بدم؟ 7 بار به گناه بردمش و ای مرا 1 بار به خانه الله برد. ای دوست نیک است، این که به مسجد میارد دوست خوب است، ای که به اطاعت پدر و مادر تو را دعوت میدیگه دوست خوب است، ای که تو را از اسراف و بیجا خرچی منع میکنه ای دوست خوب است، ای که تو را دعوت میدید به تحصیل، به تعلیم و تعلم، به حلقه های درسی و دینی، ای دوست، دوست قیمتی و با ارزش هست، این دوست از دست نده، ای دوستی هست که تو را به جنت میبره، تو را میرسانه به سرای جنت. حدیثی داریم که پیامبر بزرگوار علیه السلام فرموده اند روز قیامت در عدالت الله یک شخص جنتی می آیا، و بقیه از این آیه قرآن است، انه کان لی قرین، ای الله یک هم نشین داشتم ما،
یک دوست داشتم، ما دوست در جنت نیافتم. الله منو میگه تلاش بکن. یا الله تلاش کردم با این نام و نشان و آدرس دوست پیدا نکردم. الله میگه دوزخ ببین. یا الله او که شخصی نیک بود، رفیقی ما بود، یاری ما بود، میرفت به مسجد در مجالس می نشست. الله میفرمه یک بار که ببین، فطلع فرآه فی سواء الجحیم، سر می اندازه ای دوست در وسط دوزخ می آبه، می بینه ای دوست در عذاب است، در تکلیف است، صدا می زنه ما سلککم فی سقر، چی چیز تره به دوزخ آورد؟ یار رفیق چار تا عذر غیر منطقانه، غیر انسانانه و عاقلانه ای بیان میکنه. لم نکم من المصلین، نماز نمیخوندیم. تو که امرای ما بودی مسجد میرفتی، از قلب نمیرفتم، از نیت و اخلاص نمیرفتم، فقط نقل نماز خانه را میگرفتم. یک. ولم نکن نطعم المسکین، با مسکین و فقیر، با ضرورتمند و نیازمند طعام نمیدادم، در حالی که توانی ازیرا داشتم. دو. و کنا نخوض مع الخائضین، ما معیت غافلین با خود داشتیم، بودیم که غفلت می کردیم با غفلت کنندگان. سی. چارمش از همه کده مشکل. و کنا نکذب بیوم الدین، ما بودیم که به قیامت باور نداشتیم، یقین نداشتیم، ایمان نداشتیم. این سبب شد که در وسط دوزخ ای می سوزه. متوجه باش، رفیقی را انتخاب بکن، دوستی را انتخاب بکن که او دوست پای تو را به طرف الله بکشانه، او دوست دست تو را از منکر بگیره، او دوست با اطاعت والدین، با بزرگها و با علما و اکابر، با سخنان حق تو را دعوت اطاعت و فرمانبرداری و دعوت اصلاح بدهد. چنین دوست انتخاب بکن. او دوستی که فقط هدفش ایست که از تو چیزی دنیا به دست بیاره، یا دیگر اهداف شومی در چارچوبی چوکاتی هوا و هوس داره، ای تو را به پرتگاه دوزخ میرسانه. متوجه باش، رمضانم سرت میخوره، پدر و مادرم سرت قار میشه، اللهم سرت قار میشه، از پیامبرم، از شفاعت پیامبرم محروم و دور میشی. خلاصه در وقت سوال و جوابی منکر و نکر در قبر، اینجا جاییست که نخستین گرفت و معاخذه الهی به سراغ تو می آید. یکی از راههای برداشت این موانع چی هست؟ این دوست اصلاح بکن، در فکر اصلاح این دوست غافل باش. این دوست غافل از دین، بیخبر از دین، یار و رفیق شیطان، همنشین انسانهای بد، ای را پایش بکشان به محافل اصلاح دین، ببر ای را به سخنهای حق آشنا بساز. یک. دوم، حسب معلوماتی که داری وعیدها بری ازی ذکر بکن، نعمتهای الله را در وجودش یاد بکن. این خیلی راه اصلاح هست بر یک انسان. دوستم با این زبانی که تو فحش میگوی قیمت چه میفهمی؟ بیا از یک گنگ لال پرسان بکنیم چی میخوای؟ زبان چقدر ارزش داره؟ با این گوشه هایی که تو نغمه شیطانی را گوش میگیری و با مجالس و محافل شیطانی آشنایی داری، ارزش گوش چند است؟ با این چشمه هایی که منکر دیده مرتکبش میشی، ارزش چشم پرسان بکن. همه اعضای بدن، از قلب، حواس درونی و بیرونی، بری از یک یک نعمت های الله ذوالجلال یاد بکن. بعد از آن ببین که این شخص چقدر بیم و حراس برش میاد. عبدالرحمن ابن عوض رحمه الله میگوید در صحرا و جزیره مصر، ما سیر علمی داشتم و گذری ما با یک خیمه خورد. آنجا یک شخصی که از گوشه ها خیلی معذور، زبانم تتله و حرف شد، به دقت شنیده نمیشه، پاها و دسته ها فلج زده، از چشمه ها نابینا، افتیده هست در آنجا، اما حرفه هایش میفهمی نیمه. من با آنجا خود رساندم، چی میکنی بابا در این صحرای بی آب و گیا و در این جزیره؟ بعد از سلام و کلام گفت بچیم جان بابا، نوسته ما
با اینجا آمده بودیم، در این مسیر رای می رفتیم، مسافر بودیم، شتر هم از من گم شده، یک روز بیشتر میشه که نواسه هم که او قاید و راهنمایی ما بود او هم گم شده، بپال اینجا ببین که پیدا میکنی او را که مرا ببره. ما از این مسیر عبور میکردیم، نظرم خورد که پرنده ها نشسته هن بالای جسد این نواسه مرده ازی، طوفان آمده ای را زیری ریک کرده، پرنده ها کشیدن یک قسمتی بدن ازی را خوردن، نام و نشان سواری نیست. حیران شدم که با این بابا چی بگویم، نه دستی داره، نه پایی داره، نه چشمی داره، نه گوشی داره، زبانم تتله و گنگ و لال، چی بگم بری ازی؟ با مشکل آمده ای را شنواندم که بابا قسمت بوده چنین شده است. گفت انا لله و انا الیه راجعون. این دعای قرآنی را خواند، بعد از او گفت ان لله ما اخذ و له ما اعطى و کل شیء عنده باجل مسمى اصبر و احتسب. او ذاتی که داده است او میگیره، چیزی را که میگیره داد خودش است، و به کسی که میده داد الله است. فقط جز صبر چاره ای ما دیگر ندارم. ما کمک یاد کردم برش که کدام نعمت بزرگی الله در وجود تو به چشم ما نمیخوره. گفت حرفای ما را میفهمی؟ گفت بله. گفت بزرگترین نعمت است. زبانی ما اگر گنگ و لالم هست ولی حرفهای خدا با تو فهمانده میتانم، این یک نعمتی از نعمتهای بزرگی الله هست. او جوان تو گناه میکنی، تو مرتکب گناه شدی، تو از جاده مستقیم منحرف شدی، تو در اطاعت و فرمان برداری الله و رسول مقصر هستی، در باب اطاعت والدین تو کدام اخلاص و صمیمیت نداری، در باب اعتقاد بر آموزه های دینی خیلی تهیدست و فقیر و ضعیف هستی، با کدام سمت میری؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. ده ای غرور، این فریب، این مکر، این دجال، این تسامح، این انحراف، این همه دوری ها از دین برای چیست؟ این متوجه بساز، این یکی از راه های اصلاح یزیر است. سیوم موانع در سری راهی، این ست مقصودی یا هدفی عظیم و بزرگ، دوری از کتاب الله، بیگانگی و اجنبیت با سنت محمد رسول الله است. کتاب الله به عنوان حکم و حاکم در میان من و تو، سنت محمد رسول الله به عنوان راهبر و قائد در میان من و تو. زمانی که این دو اصل و این دو گزینه بزرگ و این دو اصول دین ترک کردی، بیگانه شدی، اجنبی شدی، به هر دری که بروی عزت نمیابی. شاید مالدار شوی، شاید بر اریکه و چوکی قدرت بنشینی، شاید بادیگارد و سکرتر و حاضر باش و خادم و حدم و خدم و حشم خیلی زیاد داشته باشی، اما آنچه که نداری او اصل است، تو را به کمال انسانیت میرسانه، همان کتاب الله، اقتدا به محمد رسول الله. الله در سوره تین قسم میخوره به چهار چیز و تو را آفرینش تعریف میکنه، و تین قسم به انجیر، و زیتون قسم به زیتون، و طور سینین قسم به آن کوهی که به موسی وحی نازل شد، و هذا البلد الامین قسم به شهر مکه، به محمد رسول الله قرآن نازل شد و نبوت رسید. با این چهار تا چیزی عظیم و بزرگ الله قسم میخوره. چی بیان میکنه؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. به تحقیق که ما آفریدیم انسان را در بهترین صورت. ای بهتری من و تو در گروی قرآن و حدیث است. این بهتری من و تو مرهون عمل به قرآن و حدیث است. این بهتری من و تو ایمان و باور به الله، اقتدا به محمد رسول الله است. ورنه از این دو اصل بیگانه شدی چی میفرمایه؟
در تعقب این احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. برگردانیدیم ما، آفریدیم ما در بهترین صورت، برگردانیدیم ما در تحترین طبقه دوزخ. چرا ای الله؟ زیرایی از اصلش بیگانه شد، زیرا از اصول دین منحرف شد، زیرا این هدف خلقت چه نشناخت، زیرا این وظیفه و تشکیلی که شده بود برای رضای الله و برای خوشنودی الله و برای پیروی از دین الله، از کتاب الله، از سنت محمد رسول الله، ای با این دو اصل و گزینه اجنبیت و بیگانگی اختیار کرد. فلهذا جای ازی تحترین طبقه دوزخ است. او ذاتی که تو را آفرید، قدرت آفرینشی تو در اختیار اوست، قدرت تشکیلی تو به طرف دوزخ هم در اختیار اوست. اما به اعمال بدت، به کارنامه های زشت و ناروات، آنجا الله تو را تشکیل میکنه. این سه تا اصل دوستای عزیز، فرمان الله استقبال از ماه مبارک رمضان در شرف ورود هست. اصحاب ابن رجب حنبلی رحمه الله میگوید صحابه های محمد رسول الله شش ماه از الله رمضان میخواستند، پنج ماه دیگر تیاری میکردند، پنج ماه، شش ماه دعا میکردند این ماه بیای، هرچی زودتر یا الله رحمات این ماه را بر ما سایه افغان بساز، و پنج ماه تیاری میکردن. تیاری از آنهایی نبود که لوازم بولانی، لوازم پکوره، لوازم شربت، لوازم برنج و پلاو و سبزی و غیره، نه، تیاری از آنها تیاری قلبی بود. قلبا را پاک میکردن، با گناه ها توبه نصوح میکردند، کینه و بغض و حسد و عداوت و نفرت و انزجار همه را اینها زیر خاک دفن میکردند. اخوت، محبت، مودت، اخلاص، صمیمیت، فداکاری، قربانی، این همه را آماده می سازند که یک ماه عظیم و بزرگ در شرف ورود و در شرف سایه افگندن است بر من و شما. بیش نمانده است، 9 روز به ماه مبارک رمضان بیش نمانده است. ما پیش از اینکه این ماه بیاید امیال سوالا شروع هست که تکلیف میده داریم این ما را بخوریم چه قسم میشه؟ تا هنوز نرسیده است. سال گذشته یکی میگفت بساده گرمی ها میآید تباه میشیم، برباد میشیم، خیلی گرمی هست. من برای دوستا عرض کردم پیامبر گرامی علیه السلام در یک مجلس میگه سه چیز دوست دارم، ابوبکر صدیق میگه من هم سه چیز دوست دارم، عمر فاروق میگه من هم سه چیز دوست دارم، عثمان غنی میگه ما هم سه چیز دوست دارم، علی مرتضی هم میگه ما هم سه چیز بسیار دوست دارم، جبرئیل میگه اگر من هم بشر می بودم، یک گزینه پیامبر، یک گزینه از حضرت ابوبکر، یک گزینه از حضرت علی را دوست می داشتم. رب العالمین میگه ما هم رحمت بخشش بسیار دوست دارم. حضرت علی چی می فرماید؟ حبب الی من دنیاکم ثلاث، از این دنیا سه تا چیز برای ما محبوب است. اول الضرب بالسیف و الصوم فی الصیف و خدمت الضیف، با این شمشیر میخوام گردن کفار محاربه بزنم، گردن یزینا را قلم بکنم، کسایی که در مقابل دین استاد شده می جنگن. یک، در ماه رمضان در گرمی روزه بگیرم، یعنی در شدت گرما من روزه بگیرم که تشنگی ازی، تپشی ازی و غلبه ازی بر بالای ما اصلا امتحان بندگی ماست از طرف الله، مرا امتحان میکنه. او در پیشت کسی نمیبیند، غذا در حضورت هیچ کس را نمیبینه، اما یک کسی میبینه که همه کس ها را او آفریده هست. کیست؟ الله. نمیخوره، تشنگی را تحمل میکنه، گرسنگی را تحمل میکنه، شهوتهای نفسانی را کنترل میکنه. زمانی که غروب آغاز میشوه در دسترخوان بولانی، شربت، خرما، همه چیز هست، ولی نمیخوره. چرا؟ منتظر فرمانی الله هست
که او الله دستور داده هست که شما از صبح صادق تا غروب آفتاب این روزه را تکمیل بکنین. یا الله غروب شد، این غروب آغاز شد، ای بسم الله میکنه، دعا را خوانده آغاز میکنه با افطار و در این وقت دعای ای بنده قبول میشه. در وقت افطار دعای بنده مومن به نزد پروردگار مورد اجابت و قبولیت قرار میگیره. این یک آزمون و امتحان این بنده هست که رب العالمین خالق آفریدگار ایره در این راستا انتخاب کرده هست. تو بهانه جویی میکنی، اعذار پیش میکنی یا استقبال میکنی قلبا از اوامیر ما. ایره گفته میشود که عمل بر منشوی رضا و خواست الله ذوالجلال. او در تابستان در آفتاب تموز از تو روزه میخواهد. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. از تشنگی تو با الله نفع و سودی نمیرسه، از گرسنگی تو هیچ چیز با الله ذوالجلال نمیرسه، ولی یک امتحان است، آزمون هست. یکی از دروازه های جنت به نام دروازه ریان، دروازه سیرابی یاد می شود. روزدارها از آنجا داخل می شوند. کدام روزدار؟ آن روزداری که با اخلاص و صمیمیت، با استقبال از این ما، با استقبال از کلام الله، با تجدید توبه، با تجدید عهد بر آموزه های دینی، با میثاق محکم و مضبوط بر سنت های محمد رسول الله بسته هست. خانه آرام، کاروبار آرام، زندگی آرام، قلب مطمئن، اندک تشنگی و گرسنگی بر یزی پیش میاد. هیچ اختلافی در خانه نیست، هیچ مشکلی در کاروبار نیست، هیچ بیخیری و بیبرکتی در فامیل نیست، هیچ اختلافات درونی و بیرونی به سراغ این شخص نمی آید. علت این است که ای خدا به الله تسلیم نمود. پس من و شما در شرف ورود این ماه پر افتخار هستیم، متوجه باشیم و به آدرس این ماه که در شرف ورود است از الله خود سعادت دارین، خاتمه بالایمان و یک چیزی که من و شما به اون نیاز کلی داریم، عبادت من به اون گره خورده هست، اخلاق من به اون پیوند داده شده هست، عبادات ما و شما در گروی از او هست. او عبارت است از یک صلح و صفا و صمیمیت در تمام جهان اسلام، خصوصا در کشور عزیز ما خیلی نیاز مبرم و کلی باهی هست. و کسایی که به آدرس دین استقبال میکنن از این صلح و صفا و صمیمیت، الله منان آنها را کامیاب میسازه. کسایی که برای امتداد قدرت، برای گسترش قدرتشان و برای حسابهای بانکیشان وقتی که صلح شد، عدالت تأمین شد، حاکمیت کتاب الله عملی شد، حدود الله در زمین الله تطبیق شد، با این پدیده های نیک سه گروه انسان ها مخالفت دارند. اول ظالمین. چرا؟ ای به پنجه قانون تسلیم میشه. ای ظلمی که بر بالای مظلومین انجام داد، قانون باید بالای ازی تطبیق شود. کدام قانون؟ قانون الله. به کدام شیوه؟ به آدرس محمد رسول الله. کی را تطبیق بته؟ پیروان دین الله. این ظالم نمیخواه، ظلمی ازی برملا میشوه. یک. نمبر دو، کسایی که گسترش قدرت خدا فکر میکنن، کسایی که آنها امید با چوکی ها دارند، چشم دوختن با این عریقه قدرت و این چوکی بر رئیس های جمهوری چندین تا گذشت وفا نکرد، با آنها نماند، آنها رفتن و زیر خاک دفن شده اند، چی میگذره با آنها؟ با الله معلوم هست. و کسایی که میخواهند به واسطه گسترش و پهناوری قدرت خود، چوکی خود، آنها بر بالای حقایق خاک بندازن یا تسامح و چشم پوشی بکنن، اینها خیلی انسان های شقی و بدبختی هستند، مخالفت دارن با صلح.
ما از الله خود میخواهیم یا الله اینها را توفیق اجتناب نصیب بگردان از این برداشته های سو. اگر در مقدرشان توفیق نیست، این سرزمین شهید پرور از وجود کثیف ناپاکشان پاک بدار. اینها را بفرست در یک چاو گودالی که دیگرها با امنیت و آرامی، با رفاه و بهبود، با صلاح و مصلحت های دینی زندگی خود پیش ببرند. با یک اقتصادی اسلامی، با یک معارفی والای اسلامی، با یک اخوت و برادری که قرآن او را تعریف کرده است. انما المؤمنون اخوه، ما آیتکو میخوانیم. مؤمن برادری مؤمن است. با کدام معیار؟ به همان معیاری که اصحاب محمد رسول الله برادر یک دیگر بودند. حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت ابوبکر حرفی میزنه، حضرت ابوبکر میرنجا از مجلس بالا میشوه، پیش پیامبر علیه السلام میرم شکوه میکنم، عمر پیش از ابوبکر میرسه. ای رسول الله، از ما لغزشی شد، از ابوبکر معافی میخوام، ابوبکر مرا معاف نمیکنه، اینو شکایت کرده آمده. پیامبر تبسم میکنه، ابوبکر که میرسه پیامبر میگه ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السما، رحم بکنید با آنانی که در زمین هستند تا رحم بکنه ذاتی که او در آسمان است. ابوبکر میگه ای رسول الله، ما عمر معاف کردم، ما عمر بخشیدم، حرفی بود. آنی با عیوزی یزی که ما یک مسلمانی ناراضی را در آغوش بگیریم و اعلان بخشش بکنیم، با شمشیر و با تفنگ و با تیر و با نیزه و با بم و غیره او را ما پاسخ میتیم. انسانیت، کمال انسانیت ای را ایجاب نمیکنه. گذشت و رفاه و بهبود ما در بدر شدیم، پس ماندیم. 5000 سال بیش با الله قسمی کشور قدامت داره، ولی ما در کجا؟ در نقطه صفر قرار داریم. چی داریم ما؟ به سطح دنیا افغان ها بدنام شدن، البته این بدنامی در گروی این رهبران خائنی هست که پای این ملت به گودال ها کشندن، بلند منزل ها ساختن، اپارتمان ها ساختن، کشتی های بسیار با قیمت گزاف و گرانی در بحرها و ساحل ها کمایی کردن، از آن خود ساختن، با جهاد مقدس اینها معامله کردن که 8 ثور یک روز بعد، 8 ثور به عنوان پیروزی خون بر شمشیر در شرف ورود و فرارسیدن است. اینها با روی سیایشان هم زنده ها و مرده های از اینها با عمل کرد شوم منفورشان از 8 ثور خود مخفی نگاه میکنن. اینها 8 ثور که حق بر باطل پیروز شد، خون بر شمشیر پیروز شد، پیروزی عظیم و بزرگ افغان ها را این تاریخ از طرف الله رقم زد. ولی اینها با چی بهانه ها، با چی علل و انگیزه ها، با چی معامله ها، اینها این روز تحت شعای معاملات قرار دادن. نسل بعدی، نیم قرن بعد، این نسل جوانی که هست، اینا خبرم ندارن که ده 8 ثور چی بود، ده 7 ثور چی بود، در 8 ثور چی شد. 7 ثور اشغال، 8 ثور غلبه خون بر شمشیر، پاسخ دندان شکن افغان ها به توفیق الله با امپراتوری عصر که از هم می پاشه. چرا ای کمرنگ شد؟ حساب های بانکی ای را فراموش کرد. چرا ای کمرنگ شد؟ اپارتمان هایی را به بادی فراموشی سپرد. این ملت مظلوم مقصر نیست. یکی از مجاهدین دور جهاد که در مقابل روس هر دو چشم از دست داده بود، از پروان است، فرزندش پیش ما میخوانه، یک روزی آمد چنان عشق میریزند، میگم ما جانم در خطر است، ورنه رازی کل رهبرها را مفاش میسازم. ما در سنگر داغ جهاد نان خشک نداشتیم که بخوریم، زیر یک پتو یک چادر 3 نفر زندگی می کردیم. اینها چی قصرهای مجللی در داخل و خارج کشور ساختن. ای با پاسی خون شهدای این ملت هست. با آن هم افغان ها شیرازه افغانیت خود از دست ندادن. از الله من و شما بخواهیم که الله یک صلح واقعی را نصیب ما بگردان، الله یک پیروزی و کامیابی عالی
خون بر شمشیر چنانچه که در مقابل امپراتوری تا دندان مسلح قشون سرخ اتحاد جماهیر شوروی نصیب افغان ها گردنده، در قبال این 42 کشور اشغالگر هم یا الله نصیب ما بگردان. از این معضله ها و مشکلات ما افغان ها را نجات بده. یا الله اولاد های ما در یک حالتی زندگی میکنن که در این کشور چی میگذره؟ اختطاف، قتل و غارت، سرقت و دزدی، بیبندباری، ناامنی. یا الله تا چی وقت این افغان های مظلوم این مشکلات متحمل شوند؟ یا الله کسایی که حاکمیت دین و کتابی ترا با آدرس پیامبرت میخواهند پیروزشان بدار. کسایی که در سر راه صلح و آشتی و اخوت مانی ایجاد میکنند، یا الله افغان هستند توفیقشان بده. اگر غیر افغان هستند تباه و بربادشان بساز. اگر افغان هایی که قلبه هایشان مست شده هست، مهر جباریت بر قلبشان زده به منظور اعمال زشتشان، یا الله از این سرزمین مجاهد پرور آنها را نیست و نابود بساز. رب العالمین استقبال واقعی ماه رمضان نصیب همه ما بگردان. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.